با سلام و وقت بخیر خدمت شما بیننده های عزیز، امیدوار هستیم شاد و پر انرژی باشید در هر کجای این کره خاکی هستید. امروز برای شما 5 مرد افغان را معرفی میکنیم که در بین دختران افغانستان طرفداران زیادی دارند و حتی شده که این دختران از مردان خواستگاری کردند. مردانی که بیشتر دختران افغانستان علاقه مندان آنها هستند. پس با موضوع امروزی که معرفی 5 مرد افغانستان که دختران افغان کشته مرده آنها هستند ما را همراهی کنیم. با ما باشید. شماره 5، رجا راهش. رجا راهش غزلخوان خوب کشور. همونطور که میدانین این روزها سر رجا راهش در بین آوازخوانهای زن کشور جنجالهای زیادی به پا هست. اصلا دلیل این همه محبوبیت رجا راهش چی هست که اکثر زنان آوازخوان کشور سرش جنگ و دعوا دارن و دوست دارن برای یک بار هم که شده با او آهنگ دوگانه اجرا کنند؟ خب از موضوع دور نشیم. رجا با این محبوبیتش توانسته مقام 5 را به خودش اختصاص بده. شاید رجا آنطور که باید جذاب نباشه ولی در بین زنان هنرمند طرفداران بیشماری داره. شماره 4، نبی روشن. شاید با خودتان بگید که نبی روشن که اصلا جذاب نیست، ولی شاید باورتان نشه که اکثر دخترانی که در برنامه رو در روی طلوع اشتراک میکنن 60%شان به خاطر دیدن نبی روشن آن هم از نزدیک در این برنامه اشتراک میکنن. شاید خنده دار باشه ولی برای یک بار هم که شده این برنامه را ببینیم. اکثر خانم ها در آخر برنامه میگن که به خاطر دیدن جناب روشن از نزدیک آمدن. شماره 3، سنجر گونیش. شاید خیلی ها بپرسن سنجر گونیش کیست؟ سنجر گونیش مرد افغانی هست که این روزها حتی در بین دختران ترکیه هم طرفداران و علاقمندان زیادی پیدا کرده. سنجر گونیش اهل افغانستان هست که مدتی میشه بازیگری را در ترکیه آغاز کرده. از مشهورترین فیلم های او میتونیم به سریال قیام اشاره کنیم. او در این روزها در یک سریال جدید ترکی هم در حال نقش آفرینی هست. وای از اندخوی ولایت فاریاب و از قوم ترکمن هست. کسی که از مزار شریف برای ادامه تحصیلاتش به ترکیه رفت و سر از دنیای بازیگری درآورد. اینکه چگونه سنجر در ترکیه بازیگر شد قضیه خیلی مفصل و طولانی داره که در قالب یک ویدیو در روزهای آتی آینده براتون خواهیم درست کرد. شماره 2، ندیم امیری، فوتبالیست افغانی الاصل تیم ملی آلمان. کسی که در این چند هفته اخیر سرخط خبرها و روزنامه ها شده است. در 2 هفته اخیر سرمربی آلمان یعنی یوآخیم لو ندیم امیری رو به تیم ملی آلمان دعوت کرده است. جوانی 23 ساله و خوش قد و قامت که توجه سرمربی آلمان را و خودش جلب کرد و یکی از افتخارات کشور ما هم هست. و اما شماره 1، کسی که شاید حتی باورش را هم نکنین که در جایگاه اول قرار بگیره. لطف‌الله نجفی زاده رئیس تلویزیون طلوع، یکی از خبرنگاران موفق کشور. کسی که بعد از مصاحبه با اشرف غنی چندین دختر حتی از وی درخواست ازدواج کردند. معلوم نیست که این دختران در وجود جناب نجفی زاده متأهل بعد از آن مصاحبه چه دیده بودند که در فضای مجازی یک دل را صد دل کرده و از وی درخواست ازدواج و به اصطلاح عام خواستگاری کردند. با همین دلیل لطف الله نجفی زاده توانست جایگاه اول را در این لیست از آن خودش کند. وی اولین مرد افغانی است که چندین دختر از وی خواستگاری کرد. بیننده های عزیز، این بود ویدیوی امروزی و لیست 5 مردی که در افغانستان در بین دخترها علاقمندان زیادی دارند. فراموش نکنید که این 5 نفر جز جذابترین مردهای افغانستان به حساب نمی آیند و فقط به خاطر محبوبیتشان در جامعه در این لیست گنجانده شدند. فراموش نکنید نظریاتتون را در قسمت کامنت برای ما ارسال کنید. وقت شما خوب و خوش باشه. خدا نگهدار.